نشست دو روزه سازمان ملل و نمایندگان 25 کشور و 5 سازمان بین المللی در مورد افغانستان پایان یافت. روزماری دی کارلو، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح که ریاست نشست دوحه را بر عهده داشت، در یک نشست خبری پس از جلسات دو روزه با اشاره به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر زنان و دختران افغانستان گفت که این گروه نمی‌تواند با محروم کردن زنان از حقوقشان در جامعه جهانی مدغم شود. به گفته وی، نگرانی سازمان ملل و نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در این نشست محدودیت‌های جاری بر دختران و زنان افغانستان بوده است. معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل تأکید کرده است که افغانستان نمی‌تواند بدون حضور زنان در زمینه اقتصاد رشد کند. همزمان کانادا از اینکه سازمان ملل مدافعان حقوق زنان، فعالان مدنی و نمایندگان اقوام و مذاهب را از نشست دوحه حذف کرده است، به شدت اظهار ناامیدی کرد. نماینده ویژه کانادا برای افغانستان که در نشست حضور داشت، در بیانیه گفت این موضوع را خصوصی و علنی به نمایندگان کشورها ابراز کرده است. این در حالی است که پیش از برگزاری نشست دوحه، حذف نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان از این نشست با انتقادات گسترده احزاب و مدافعان حقوق بشر و زنان قرار گرفته بود. برای صحبت بیشتر در این خصوص، آقای دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای دکتر افضلی، به نظر شما اجلاس دوحه دستاوردهای مثبتی هم برای مردم و افغانستان در پی خواهد داشت؟ با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی، به نظر من چنین جلساتی بدون در نظر گرفتن اراده جامعه مدنی افغانستان نتیجه نخواهد داشت و سازمان ملل هم مسیر اشتباهی را طی میکنه که از این طریق در واقع رفتارهای مجرمانه و برخلاف حقوق بشر را تایید میکنه. گروهی که فعلا حاکم بر افغانستان هستند هنوز در لیست سیاه گروه‌های تروریستی هست و هنوز در لیست سیاه پلیس فدرال آمریکا هست رهبران این گروه، و سازمان ملل به جای اینکه با گروه‌های تروریستی مبارزه بکنه در صدد تعامل با اونها هست و این نشون میده که مسیر غلطی است، به دلیل اینکه گروه‌های تروریستی متعددی الان وجود دارن و مترصد چنین اوضاع احوالی هستن. اگر قرار باشه با گروه‌های تروریستی به جایی که مبارزه صورت بگیره با اونها تعامل صورت بگیره، گروه‌های دیگه هم جرأت بیشتری پیدا می‌کنن و در صدد براندازی حکومت‌ها و به قدرت رسیدن اونا هستند که از این گروه‌ها کم نیستن در آسیای میانه، در آفریقا و خیلی از کشورهای دیگه می‌تونه آینده مبهمی رو داشته باشه. و به صورت خاص در جامعه افغانستان، سازمان ملل به عنوان یک نهاد متولی برقراری صلح و امنیت جهانی باید در راستای راهکارهای بنیادین باشه، نه که گروه حاکم بر افغانستان رو که نافذ تمام قوانین بین المللی تا اکنون بوده هست و هنوز هم ادامه داره و نیمی از جامعه رو از ابتدایی ترین حقوقشون که از جمله حق آموزش باشه محروم کردن، اون وقت سازمان ملل برای اونها تعامل بکنه و اونا رو در اجلاس ها شرکت بده و به عنوان یک حکومت رسمی و مشروع برخورد بکنه. این مسیر غلطیه که طی میشه و هیچ وقت به نفع جامعه افغانستان نبوده و افرادی هم که شرکت میکنه به نمایندگی از جامعه افغانستان نیستن. سپاس از شما دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا.